روز دوشنبه نفتکش بزرگ حکومت آخوندی که میخواست برای بشار نفت قاچاق ببرد سرانجام پس از یک ماه توقیف در جبل طارق با عوض کردن خدمه و ناخدا و نام کشتی و نصب پرچم تحمیلی و تعهد به اینکه به سوریه نخواهد رفت به جانب یونان حرکت کرد طبق توافق با انگلستان رژیم باید متقابلا نفتکش انگلیسی و نفرات آن را آزاد کند که رژیم آن را با یک جست میانتویی به حکم دادگاه خود احاله داد. رژیم همچنین در ترس از اینکه حکم توقیف صادر شده در آمریکا بار دیگر پاپیچ آن نشود، به تهدیدهای مسخره مبادرت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه حکومت آخوندی روز دوشنبه در این باره گفت: ما از طریق مجاری رسمی هشدارهای لازم را به آمریکا دادیم تا اقدام اشتباه انجام ندهند چرا که با عواقب بدی روبرو می شوند.